امروز خجالت میکشم که در کابل در مرحل ما در شهر ما چنین حادثه رخ داده. یادتان باشه این یک حادثه عادی نیست. این افغانستان به ما قبل تاریخ برگردانده، بروزگار برگردانده که در اونجا انسانیت نبود، در اونجا قانونیت نبود، در اونجا دین نبود، در اونجا آیین نبود، در اونجا فقط وحشت بود، بربریت بود، انسان خوری بود و انسان کشی بود. ما در قرن 21 باید تو یک وضعیت، باید تو یک دوران رجعت داده میشیم. این گپ ساده نیست، این گپ عادی نیست. نفرین بر کسانی که نفرین بر کسانی که از ما حمایت کرده، نفرین بر کسانی که فتوا دادن که این حرکت جایز شدن به خاطر بدنام کردن مردم افغانستان، که مردم افغانستان مسلمان نیستن، بی فرهنگ هستن. کسانی که این عمل را انجام دادن خود مسیحیان یهود و نصارا هستند. اینجا صدها تن جمع شدند تا شعار عدالت سر دهند و پیکری را به خاک بسپارند که با بی‌رحمانه ترین شکل ممکن به قتل رسیده است. زیاد علاقه داشتند که بر تنویر خواهرای خود تبلیغ دینی کنند و او همیشه میگفت یک عالم دین که نه از منکر منکرات نمی کنه روز قیامت بروی کشیده میشه. به می مفکوره بود که همیشه در محافل خانم ها این تبلیغ دینی میکرد. قاتلان فرخنده مجازات، مجازات، قاتلان فرخنده مجازات. هر ملایی که در قسمت فرخنده تصمیمی اگر اتخاذ میکرده باشد اشتباهی را برش رسانده باشند، خبری کاذبانه ای را رسانده باشند، اول پیش نماز هم است که به قرآن رجوع بکنند. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تخف ما ليس لك بهم الا السمع والبصر والفؤاد كل اولئك مسؤول. پلیس به شما هیچ کاری کرده نمیتونه. ما به خاطر از این حادثه را محکوم کردیم. اگر این رقم باشه که هر دختر از خانه خود برای امروز دختر من میبره، فردا دختر تو، فردا دختر کسی دیگی، و یک چهار تا لوچک و اوباش و بیبندوبار چادرش به نظر از این خوب نخوره یا گپش خوش نخوره، بازی بگه که توهین کرده به مقدسات، بالاخره او دختر بگیرن اجابش از سرش بکشه. او دختر کیست؟ دختر ما و توست. فرض مثال لباسش بکشه، بعد از او را بزنه، بعد او را بکشه، بازق بیرحم باشه که زیر موتر کنش و آتش بزنه. آره من میگم مشکل پلیس برکن، میگم پلیس چی کار است؟ پلیس هم مثل از آرس پیش ما، از وام من تحقیق میکنم. پلیسی که این کار را کرده، او پلیس کی است؟ وام باید تحقیق شد، وام را در نه از کسی ترس داریم، نه حراس داریم. مثل که متجاوزین پغمان زیر دار بردم، اینم یارا میرم و تو ما و شما یک جای زیر چوبه دار میبریم. ریاست جمهوری، ریاست اجراییه، شورای علما، نهادهای حقوقی و مدنی در پیوند با قتل فرخنده واکنش نشان می دهند و همه این عمل را نکوهش می کنند و از نهادهای امنیتی می خواهند تا عاملان این رخداد را بازداشت کنند. سه شنبه چهارم حمل 1394 خورشیدی، هزاران تن از شهروندان کابل به جاده ها می آیند، اشک می ریزند و برای فرخنده عدالت می خواهند. امروز برای پیگیری و محاکمه قاتلان فرخنده شهید ما تا زمان دادخواهی می کنیم که حق به حق دارد.
یک عمل وحشیانه که سبب شرمساری در کل افغانستان شد. به این خاطر حکومت و نهادهای عدلی در مجازات عاملین خشونت و کسانی که در اجرای تامین امنیت اهمال کردند جدا باید اقدام کنند. آقای اشرف غنی فرخنده دخترت است، چه میکنی با قاتلین فرخنده؟ فرخنده شهادتت مبارک، ما قصاص میخواهیم. قاتلین فرخنده، مردم چطور بی تربیت شدن؟ مردم هایی که دست به این قضیه داشتن چطور بی تربیت شدن؟ چطور بی مسئولیت شدن؟ چطور تانستن که در مقابل ناموس خود، در مقابل خوارفت ایتون یک حرکت زشت اینا انجام؟ این حادثه با تمام وحشت را که در خود داشت و تمام جهالت را که در خود داشت باید یک تکان بسیار جدی به روان بسیار خفته این جامعه، به وجدان بسیار خفته این ملت هم باشد تا به تمام این سطور به صورت گسترده و بسیار بسیار پیگیرانه تلاش صورت بگیره تا این جامعه از خشونت، از جهالت و از بربریت و وحشت نجات پیدا کنه. بر اساس فرمان رئیس جمهور، کمیسیون حقیقت‌یاب چگونگی قتل فرخنده تشکیل می شود و پلیس همچنان به بازداشت متهمین ادامه می دهد. سرانجام نیروهای امنیتی 49 تن به شمول 19 مسئول امنیتی را بازداشت و پرونده هایشان را به دادگاه می فرستد. پنج شنبه 13 حمل 1394 خورشیدی، کمیسیون حقیقت‌یاب پس از بررسی رویداد قتل فرخنده اعلام می کند که فرخنده قرآن را نسوزانده است، اتهامی که جانش را گرفت. ادعای سوزاندن قرآن کریم توسط فرخنده مرحومه به اساس بوده و هیچ مدرک و شواهدی برای اثبات ادعای مذکور وجود ندارد. هم در محل واقع هم متهمین یا مظنونینی که دستگیر شدند، هم کسانی که قبل از واقع در اونجا بودند که چشم دید خود بیان کردند که این خانم در جنجال یا در جدال قرار گرفته با کسی که در اونجا به حیث نگهبان یا به حیث به اصطلاح پاکار یا خدمه در مسجد اصلا وظیفه داره و مخالفتش هم به خاطر تعویض نویسی یا امو به اصطلاح شیوه کاری از یادم بوده. چیزی که ما اکثرا شنیدیم امی مسئله بود که از جناهای مختلف شنیدیم و بعضی دیگه هم گفتن که با شیوه زیارت بعضی ها مخالفت کرده که مثلا شما نباید به خود زیارت یا به قبر سجده کنین یا به جنده هایی که اونجا وجود داره شما نباید اونا رو مثلا امو شیوه معمولی که در افغانستان وجود داره که میبوسن و اونا رو زیارت میکنن با اینمی شیوه ها این چیزی است که از طرف چندین نفر هم از مظنونین و هم از کسانی که در محل واقع بوده بر ما گفته شده. فرخنده از سوی کمیسیون تبرئه شد و روی خرد و قضاوت جمعیت بزرگ خط بطلان کشید. چون مردم افغانستان هم نظارگر از این قضیه هستند و کمیسیون موظف هم تا زمانی که عاملین این قضیه محاکمه نشن و عدالت تطبیق نشه مسئولیت خود میدانند تا این قضیه را پیگیری کنند تا زمانی که عاملین مجازات میشن. چهارشنبه 16 حمل 1394 خورشیدی، بر اساس فیصله دادگاه ابتدایی پرونده فرخنده، چهار تن از جمله زین العابدین، محمد یعقوب، محمد شریف و عبدالبشیر به خاطر اشتراک مستقیم در قتل فرخنده به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم می شوند. این دادگاه 8 تن دیگر از متهمان هر کدام را به 16 سال حبس محکوم به مجازات می کند و 18 تن دیگر از متهمان قتل فرخنده را به دلیل عدم موجودیت دلایل الزام براءت می دهد و چند بعد 11 تن از ماموران پلیس هر کدام به 1 سال حبس محکوم می شوند و 8 تن دیگر از منصوبان پلیس براءت داده می شوند.
چهارشنبه دهم سرطان 1394 خورشیدی. دادگاه استیناف در یک نشست سری مجازات متهمین را کاهش می‌دهد و 4 تنی را که به اعدام محکوم بودند، 3 تن را به 20 سال زندان و 1 تن از آنها را به 10 سال زندان محکوم می‌کند. متولی زیارت را براءت می‌دهد و در مجازات دیگر متهمین نیز تغییرات ایجاد می‌کند. 27 حوت 1394. فعالان جامعه مدنی مدافعان حقوق بشر یک بار دیگر به جاده شهید فرخنده می ریزند، شعار عدالت سر می دهند و منار یادبود فرخنده را افتتاح می کنند. اکنون 1 سال از قتل فرخنده می گذرد. یک بار دیگر سراغ افراد می رویم که به نحوی در این قضیه فعالیت داشتند و یا عدالت خواهی کردند. نه خیر، حکم محکمه استیناف در رابطه با دوسیه جزایی فرخنده برای من مونس یک مدافع حقوق بشر قابل تایید نیست. در قانون اساسی متصریح شده که در افغانستان تمام جلسات باید علنی باشه. در حالی که جلسه علنی نبوده، یک نقصی قانونی از این فیصله. دیگه ای که جزایی که داده شده، این جزا در تناسب بین جزا و شدت عمل جرمی وجود نداشته. بار اول که محکمه استیناف حکم در مورد قضیه فرخنده صادر کردن، روان محکمه قسمی بود که جامعه مدنی و وارثین فرخنده از او رضایت نداشتن و برشان قناعت بخش نبود. حکم محکمه استیناف زمان اصول زمان مورد قبولی فرد قرار میگیره یا کسی که مدعی است قرار میگیره که عدالت بتونه یه حکم تامین کنه، که متاسفانه در بار اول محکمه استیناف افغانستان کابل نتونست عدالت برای فرخنده تامین کنه. این اول نه قاضی صاحب دریس مجددی صاحب قدری سید دریس نو شک اول نه پدې خپل په حکومت باندې پیدا کچې ګوې ځنې کسان به گرفتار شوی دي، اما شوی وای باندې شوی په څه حساب ته وای ځکه چې دا خو وخت نسی. دوم خپل سرمال چې مدعی ده پدې قضیه کې سرمال راضی نه ده، هغه فیصله هغه اتهامات چې لري په هغه فورمونه کې په دا ټول مسائل کې مواسط جمع کړي او دغه ادعا په مقابل کې کومه فیصله شوی بیا هم قناعت بخش نه ده. او همدارنګه د شهید فرخنده کورنۍ د ښځو د حقونو مدافع چې دي او په مجموع کې مدني ټولنه هیڅوک په دې هغه باندې هغه نه دي ځکه چې دلایل ډېر ښه ارائه نه شو. آنچنانه که تیم از وکلای مدافعی که تشکیل شدن و به این قضیه رسیدگی میکردن موارد متعدد را موارد زیاد را اونا بیرون نویس کردن، در اوراق بسیار حجیم او را نوشتن، حتی به خود شخص رئیس جمهور فرستادن و به جاهای دیگه و در اونجا اینا یک نقد قانونی داشتن برای قضیه. متاسفانه زمانی که به محاکم و بستر محکمه و لوی سارنوالی و اینا مراجعه میشد و او تحویل داده میشد، اصلا کمترین بها و ارج میگذاشتن به او قضیه. هفته دوباره حداقلش ما مراجعه میکردیم به بستر محکمه، بر ما میگفت دوسیه نامده، دوسیه نامده، تا که تاریخ 10/11 سال 1394 ما نیز بستر محکمه مراجعه کردیم، بر ما گفته شد تحریرات دیوان مبارزه با جریمه علیه داخلی و خارجی بر ما گفتند که نه، هنوز هم دوسیه نامده. منتها فرداش خبر شدیم که دوسیه فیصله شد، در دوسیه فیصله کردن امی دیوان مبنی بر ازی که در قسمت بعض اشخاص حکم محکمه استیناف تایید کردن، در قسمت تعداد دیگه شان هم رد کردن. امی خودش یک موانعی کلان دو زمانی که ما وعده تامین عدالت میشه بدون واقف ساختن ما، بدون حضور داشت ما جلسه گرفته میشه، حداقل ما خبر نمیشیم که دوسیه در سر محکمه موجود است یا نیست. بار آیت حکم رئیس جمهور مطابق به مقتضیات قانون عمل شد. اگر عمل کرد مراجع عدلی و قضایی در رابطه با قضیه فرخنده مطابق قانون عیار می شد، ما فکر می کنم که در این مورد این وقتر تصمیم گرفته می شد و تصمیم هم به گونه گرفته می شد که عدالت به گونه بهترش تامین می شد. متاسفانه ما به این فکر هستیم که هنوزم دستگاه عدلی قضایی افغانستان مشکلات داره که اون مشکلات سبب میشه که زن در افغانستان به عدالت نرسه. اما وقتی محکمه دوم استیناف دایر شد، اینا آنچنان کار کردن که حتی جامعه مدنی و دیگران را خبر نکردن، رسانه را خبر نکردن، در خفا و پنهانی کار کردن، توافق داشتن به یک محکمه علنی، توافق داشتن به اینکه محکمه علنی و آشکار باشه، شفافیت باشه. و وقتی که شفافیت وجود نداشت،
شفافیت موجود نبود، محکمه علنی نبود، رسانه خبر رسان حدس و گمان برنده میکنه نه که واسطه بازی بیشتر بود. متاسفانه یک سال سپری شد. ضمن از اینکه متهمین و بالاخره مجرمین اصلی قضیه گرفتار و بازداشت نشدند، او تعداد آدمای دیگه هم که بودن به انواع مختلف براءت داده شدند و بیرون شدند. بجز از یک تعداد نفری که در می اواخر ما شما دیدیم که حکم در قبال از اونها صادر شد که من فکر میکنم این حکم هم حکم دائمی نیست، با در نظر داشت تجارب که از گذشته داریم امکان داره که این با هر شیوه و شکلی باشه کاهش پیدا بکنه و حداقل یکی دو سال بعد باز مشاهده باشیم که اینا هم آزاد شوند تحت هر نامی که بالاخره اونها خودشان بر خود دوسیه سازی خواهند کرد. چه کی مترسل سر جسد گذشتند و کسی که در امو کلپا دیده میشد و جمپر شک شماره هم داشت که حال شمارش فراموش شده و مستقیبا سر سنگ در سر فرخونده میداد. اینا اصلا مورد تحقیب علی قرار نگرفته. مثلا اول مقا یو شخص پر نوم مشهور پر پالوان نومی تروس پر زمان پیاد نده زکس متاسفان اقا همکاری کافی اندازه اونه شد چه ملتی اون نزدی ورزشی کلپو او دومین هغه کس چې د خلکو احساسات را وپارول او د په شهادت ورسول او چې په نسواری کالی مغوستي او سربند یو چارخانه د اسمال ملري نو په دروغ باندې سوی اوراق خلاص کې او چغه وهله او ډېر ځان احساساتي خوده بل داسې او تدغه کسانو چې په فلم کې کټ تاسو ګوري چې د مستقیما په شهادت رسول دي او هغه ته هویت تثبیت شو نمونه معلوم دي څه دي او پیژندل شو یعنی ریاست جنایی د ولایت کابل اکثری او پیژندل او ځینې متمالم څه کوم ځای نه کې وسیږي او ځینې چې یو غیر قانوني کاروبار هم دغه معلوم څه چیرته دی زیاتره مسؤول دي فعالیتونه دي او متاسفانه تر اوسه پورې هغه گرفتار شوی نه دی. چهار نفر قاتل اصلی فرخونده تا امروز گرفتار نشده. نام یک کیلوگرم رسن از کوهستان آوردن از ولایت کابل یا از کدام نظارتخانه پس کدام کس آمد واسطه شده ایلاش کرد. کسی که سر فرخونده با موتر تیر شده بود اما شو شو خانواده فرخونده مجبور شد از کابل فرار کنه یک جایی بره. در محکمه ابتدایی فیصله شد که اشد مجازات به زبان بسیار عامیانه اعدام است. اما او را پس گرفتن. ما از کجا بفهمیم که یا چقدر پول خرج کردن، چقدر رشوت دادن، چقدر زور گفتن؟